اصالتا اهل شبستر در استان آذربایجان شرقی است پدرش وکیل و قاضی و پدر بزرگش تاجر معروف حاج علی احمد بود پروفسور رحمانزاده اما به پزشکی علاقه داشت حالا جراح ارتوپد معروفی است که روش های منحصر به فرد او ویژه در کاشت اعضا زبانزد جامعه پزشکی جهان است در 18 سالگی برای تحصیل در رشته پزشکی به ترکیه می رود و پس از پایان تحصیلات برای تکمیل تحصیلات در رشته جراحی عمومی و ارتوپدی راهی آلمان می شود. پروفسور رحمانزاده در دانشگاه شهر ماینز به مقام پروفسوری نائل می شود و در سال 1351 کرسی جراحی دانشگاه برلین را بر عهده می گیرد. تکنیک های جراحی او نام و آوازه اش را جهانی می کند و بسیاری از شخصیت های معروف و مقامات سیاسی جهان برای درمان خود را به تیغ او می سپارند. اما این موجب نمی شود که فرزند ایران هموطنانش را فراموش کند. بسیاری از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیمارانی که دیگر پزشکان از درمان آنها عاجز بودند توسط او رایگان درمان شدند. پروفسور رحمانزاده در سالهای گذشته همواره دستاوردهای علمی خود را در اختیار پزشکان و دانشجویان ایرانی قرار داده است. او ریاست سمینارهای اروپایی و جهانی جراحان ارتوپدی تصادفات و سوانه و جمعیت جراحان پلاستیک و عمومی آلمان را بر عهده داشته است. پروفسور رحمانزاده جوایز و افتخارات بین المللی بسیاری کسب کرده است که دریافت نشان درجه که لیاقت از رئیس جمهور آلمان در سال 1988 از آن جمله است. این پزشک و جراح 86 ساله پرآوازه ایرانی همواره دلش با ایران و مردم آن است. پروفسور رحمانزاده اخیرا نامه ای رو برای علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و در اون نامه مشکلات و اتفاقاتی که به ویژه در سالهای اخیر داره در ایران رخ میده رو برش مرده و نسبت به عواقب این مشکلات به او هشدار داده خب به دفتر پروفسور رحمانزاده در برلین میریم تا درباره این نامه و اهدافی که از نوشتن اون داشته با او صحبت میکنیم این بلکه نامه ای که من به آی, آی نوشتم قطری است قطری کچیکیه. ولی اگه تمام اونهایی که بطنشون رو دوست دارن این قطره ها به هم جمع بشید و انگهی دریا شود این عقیده منه اینی که من کوچکترین کاری که میتونستم برای مملکت انجام بدم این بود که این نامه رو با آقای خام نبیل هرچی فکر کردم چه کار میتونم بکنم که خدمتی به مملکتم بکنم چون عاشق مملکتم هستم عاشق ایران هستم و فکر کردم که بالاخره به آی خامنه ای نامه ای بنویسم که چون که تمام کارهایی کارهای که در ایران انجام گرفته میشه کارهای سیاسی به بعض ایران منشأش آی خامنه ای بدون دستور ایشون کاری انجام گرفته نمیشه در ایران خودم میدونیم رو جمهور رو نمیدونم بر مجلس و یا دیگران همشون تحت تاثیر به عوامر ایشون هستن اینا کارهایی که انجام میدن تمامش برخلاف خلاف امیال و آرزوهای ایرانی های وطن پرسته. یعنی که من مجبور بودم که اینا رو به آی ای تذکر بودم. ایشون خودشون میدونن حتما که چی کار دارن میکنن. ولی چرا اینجوری میکنن؟ اونشو نمیتونم من بگم. واقعا چرا به خودشون اجازه میدن که مملکت رو اینجوری اداره کنن؟ من اینو... نمیتونم اصلا تصور کنم که چی فکر میکنم ایشون پروفسور رحمانزاده در بخشی از نامه خود آورده است آیا در بین دولت مردان و نظامیان و سربازان گمنامتان کسی را دارید که مورد احترام و اقبال مردم دنیا و حتی همسایگان باشد؟ باور کنید مدیران و سران حکومت شما در ترس و نکبت زندگی میکنند. همه از هم میترسند و از زندگی سعادتمند کنار مردمان بی مردم ایران خودتون میدونید که الان سلسله پهلوی رو با اون ایرادایی که گرفته بودن همه خواهانشون هستن میبینید که فهمیدن که اونها چه خدمتی مملکت کردن به فکر میکنم اگه آقای خامنهای هم مملکت رو ترک بکنه ملت ایران ایشون رو میبخشن او در بخش دیگری از نامش با اشاره به کشدار معترضان توسط نیروهای نظامی و امنیتی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و نیز سرنگونی هواپیمای غیر نظامی و کشته شدن 176 نفر مسافر آن توسط شلیک نیروهای سپاه پاسداران تاکید میکند کارنامه رهبری شما جنایت و خیانت و دروغ و وطن فروشی را از حد گذرانده شاید هم سرزمین ایران و تاریخش حکومت شما را قی کرده تا همه ببینند که چه در معده این کشور بوده الان گریه میکنم که نبید افکاری رو و امثال اونا رو اعدام کردم. واقعا گریه کردم من شخصا گریه کردم و گریه میکنم من اصولا مخالف هر نوع اعدام و هر نوع کشت کشتر هستم اینه که من هیچ نمیخوام که آیا خامنی رو به اون روز ببینم که مثل صدام حسین و مثل قدفی به بعضی براشون پیش بیاد. پروفسور رحمانزاده در پایان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد ای کاش حرف مرا گوش کنید پیش از آنکه آستانه تحمل مردم بریده شود و در یک شورش یا انقلاب شما را محاصره کنند و از شما و یارانتان مانند بقیه دیکتاتورها انتقام بگیرند از مملکت بروید در بلاروس یا سوریه یا ونزوئلا و یا هر جای دیگری که سرمایه گذاری کرده اید مجاور شوید و بیش از این ننگ بدنامی تاریخ را بر سر خودتان آوار نکنید آقای خامنه ای همین امروز برخیزید و راه بیفتید در جای دنج آخر عمرتان را سپری کنید ایران ورشکسته و ویران شده را برای مردمش به یادگار بگذارید جوانان و میهنپرستان پرستان ما این سرزمین را باز دوباره خواهند ساخت اگرچه با استخوان خیش به تمام اونهایی که واقعا دلشون مملکت میسوزه به مخالف این رفتار حکومت ایران هستن توصیه میکنم که با هم دیگه دست به دست بدن جمع بشن و افکار سیاسی خودشون کنار بذارن یک هدف داشته باشن که ایران رو نجات بدن و برای که ایران رو نجات بدن با هم همکاری بکنن و این توصیه منه به تمام ایرانیایی که چه در ایران به چه در خارج هستن